سرخط مهمترین خبرها. قصد انگلیس برای قرار دادن افغانستان در لست سیاه. مشاور امنیت ملی جو بایدن قصد ندارد با رهبری طالبان صحبت کند. قریشی: جامعه جهانی باید برای حفظ روابط با طالبان تلاش کنند. فوز کوفی: بدون حضور زنان ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود. حامد کرزی، دکتر عبدالله حنیف ادمر شامل شورای رهبری افغانستان خواهد بود. امرالله صالح: تفاوت طالبان و القاعده به پیپسی و کولا میماند. و طالبان جایگاه احمد مسعود را در حکومت آینده اعلام کردند. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر با ما بوده و ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید. قصد انگلیس برای قرار دادن افغانستان در لیست سیاه. مقامات انگلیس خواستار اضافه کردن افغانستان به فهرست ممنوعیت در این کشور شدند. علت این درخواست نگرانی ها از پیوستن احتمالی شهروندان این کشور به گروه طالبان بوده است. به گزارش سپوتنیک، روزنامه دیلی تلگرام گزارش داد، دولت انگلیس پس از قدرت گرفتن طالبان درباره پیشنهادات برای درج نام افغانستان در لیست سیاه رایزنی خواهد کرد و به همین ترتیب مقامات می توانند افراد را که به این کشور ممنوع سفر می کنند تا 10 سال حبس کند. روزنامه به نقل از یک منبع گفت: ما در حال بررسی تمام گزینه‌های موجود در این مرحله درباره چگونگی رویکردمان در آینده هستیم. این یکی از گزینه‌های ماست. این پیشنهادات طی روزهای آینده مورد بحث قرار می‌گیرند. به گفته منابع این روزنامه، برخی به افغانستان می‌روند و طالبان آنها را آموزش می‌دهد و ممکن است به کشور بازگردند و به حملات دست بزنند. بعضی دیگر هم ممکن است خانواده‌هایشان را با خودشان ببرند و در افغانستان و تحت حکومت اسلامی طالبان زندگی کنند. ممنوعیت و تروریستی تلقی شدن گروه طالبان در قوانین بریتانیا به این معنی خواهد بود که عضویت یا حمایت از این گروه برای شهروندان بریتانیا 14 سال زندان به همراه خواهد داشت. مشاور امنیت ملی جو بایدن قصد ندارد با رهبری طالبان صحبت کند. مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت که جو بایدن قصد ندارد با نمایندگان گروه طالبان صحبت کند. او گفت: ما تا اکنون تماس با این گروه را حفظ نموده ایم. به گزارش سپوتنیک، مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: در رابطه با این موضوع که آیا رئیس جمهوری جو بایدن ممکن است با رهبری طالبان صحبت کند یا خیر، باید بگویم که در حال حاضر چنین برنامه‌ای وجود ندارد. مشاور امنیت ملی جو بایدن روز دوشنبه گفت: ایالات متحده حتی پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در مهلت 31 اگست به تخلیه افغان‌های در معرض خطر از این کشور ادامه خواهد داد. مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد: ما حتی بعد از آنکه نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان خارج شوند، به خارج کردن افغان‌هایی که در معرض خطر قرار دارند از این کشور ادامه خواهیم داد. این مقام ارشد کاخ سفید همچنین گفت: ایالات متحده آمریکا هر روز با طالبان از طریق کانال‌های سیاسی و امنیتی خودش گفتگو می‌کند. او گفت که آمریکا با طالبان در هر زمینه شامل وضعیت در فرودگاه کابل رایزنی دارد تا اطمینان حاصل کنند دسترسی به این فرودگاه برای شهروندان آمریکایی و افغان وجود دارد. قریشی: جامعه جهانی باید برای حفظ روابط با طالبان تلاش کنند. وزیر خارجه پاکستان در اظهارات به جامعه جهانی توصیه کرده تا ارتباطات با طالبان را همچنین حفظ کنند. به گزارش سپوتنیک، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در صحبت با رسانه‌های خبری کشورش گفته است: جامعه بین‌المللی باید همچنان ارتباطش را با طالبان حفظ کنند. وی همچنین بار دیگر به ضرورت یک تخلیه امن از افغانستان تاکید کرد و افزود: درباره اوضاع در این کشور جنگ زده با همتایانش از سویدن، ترکیه و دنمارک گفتگو داشته است. وزیر خارجه پاکستان همچنین در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت:
دولت اسلام آباد حتی در لیست های کشورهایی که به خروج مردم از افغانستان کمک می کند دیده نمی شود و برای همین از اینکه تلاش هایش در خارج کردن مردم از افغانستان از سوی جامعه بین المللی نادیده گرفته شده است متاسف است. وی همچنین گفت پاکستان به دنبال یک دولت فراگیر در افغانستان است که پس از سقوط کابل بتواند به ثبات این کشور کمک کند. افغانستان هنوز یک کشور چند قومیتی است. پشتون ها و دیگر اقوام در این کشور ساکن هستند. دولتی که در افغانستان روی کار می آید باید یک دولت جامع باشد. فوزی کوفی: بدون حضور زنان ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود. فوزی کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان روز دوشنبه 2 سپتامبر می گوید که بدون حضور زنان ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود. بانو کوفی ضمن انتقاد از برگزاری نشست‌ها بدون حضور زنان در کابل میگوید که زنان باید در تصمیم گیری ها شریک باشند. برخی از زنان در کابل از طالبان میخواهند که دستاوردهای 20 سال اخیر را حرمت بگذارند. آنان میگویند که زنان باید هم مانند مردان در تمام مسائل کشور دخیل باشند. این در حال است که طالبان پیش از این گفتند که زنان در چارچوب قوانین اسلامی میتوانند درس بخوانند و کار کنند. در همین حال فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی میگویند که باید دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ شوند. حامد کرزی، دکتر عبدالله عبدالله حنیف ادمر شامل شورای رهبری افغانستان خواهد بود. افغانستان توسط شورای متشکل از 12 عضو شامل نمایندگان گروه طالبان و همچنین حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، حنیف ادمر وزیر امور خارجه و عبدالله عبدالله رهبری خواهد شد. با گزارش سپوتنیک گفته می شود که ملا عبدالغنی برادر، ملا یعقوب فرمانده نظامی طالبان و خلیل اقانی از اعضای برجسته شورای مرکزی این گروه جز اصلی 12 نفر اصلی در شورای مرکزی طالبان برای تشکیل دولت جدید هستند. در اعلامیه آمده است که هم عبدالغنی برادر و هم ملا یعقوب در تلاش هستند تا احمد مسعود پسر مچا مسعود که مخالف طالبان است را به شورای حکومتی بکشانند. روی اعضای این شورا دکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزی، حنیف ادمر، گلبدین حکمتیار موافقت شده است. روی 5 عضو دیگر این شورا گفتگوها دوام دارد. احتمالاً مارشال دوستم و تا محمد نور شامل نخواهند بود. طالبان در تلاش است که اسم از امیر و بیعت نداشته باشد و شورا تشکیل دهد تا رئی جمهور و رئیس دولت از درون آن شکل بگیرد. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم تاکید کرده است که دولت آینده افغانستان شامل تمام افراد و گروه های قومی و مذهبی این کشور خواهد بود. البته ذبیح الله مجاهد درباره احمد مسعود هم صحبت کرده است و گفته که نیروهای طالبان در ری پنجشیر را محاصره کردند و قصد دارند با صلح و تفاهم این موضوع را حل کنند. امرالله صالح: تفاوت طالبان و القاعده به پپسی و کولا میماند. معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان در مصاحبه با فاکس نیوز گروه های تروریستی نظیر القاعده، داعش و طالبان را مشابه هم دانسته و از عدم وجود تفاوت بین آنها و یا وجود تفاوت کم پیشینان آن صحبت کرد. با گزارش سپوتنیک، امرالله صالح معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان، سیاستمداری که تا اکنون به نبرد با طالبان ادامه میدهد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، طالبان داعش و القاعده را با دو نوشابه کاستار یعنی کوکاکولا و پپسی مقایسه کرده و گفت که مصاحبه سه گروه تروریستی ذکر شده، این نوشابه های پر از قند گازدار ساخت امریکا مزه یکسانی می دهند. امرالله صالح گفته است به لحاظ ایدئولوژی تفاوت بین داعش القاعده و طالب مثل تفاوت بین مزه کوکاکولا و پپسی است. اگر شما بچسبای آنها را حذف کنید می توانید بگویید کدام یک کوکاکولا است و کدام یک پیپسی. امرالله صالح با اشاره به توافق صلح سال 2020 امریکا با این گروه که بر اساسش این شبه نظامیان با جلوگیری از ورود القاعده به ایرازی تحت کنترلشان موافقت کردند تاکید کرد که به طالبان نمی توان اعتماد کرد. این معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان استدلال کرد که طالبان تنها معتقد است که ادبیات جهادی آنها غالب خواهد شد. امرالله صالح روز شنبه در یک پیام صوتی با بیان اینکه طالبان مشروعیت ندارد تاکید کرد که با تسلیم شدن یا توافق با گروه طالبان موافقت نخواهد کرد. او گفت
هدف سیاسی ما این است تا به مردم افغانستان اجازه دهیم درباره ماهیت و نوع حکومتشان صحبت کنند. ما آماده مذاکرات در این زمینه هستیم. اما اگر ما خواسته شود توافق کنیم یا تسلیم شویم، این کار را انجام نمی دهیم.